شاید باورتون نشه ولی قاتل داریوش مهرجویی با جناح‌هاش بودن که با همدستی چند تا تبعه افغان این جنایت رو مرتکب شدن. با ما همراه باشید، جزئیاتش رو تعریف میکنم براتون و صحبت‌های پلیس رو هم در مورد چگونگی شناسایی و بازداشت این افراد و چگونگی انجام این جنایت میشنویم. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب بعد از چند روز کش و قوس‌های مختلف، بالاخره پلیس به قاتل نهایی داریوش مهرجویی رسید. متاسفانه شاید باورتون نشه ولی قاتل این هنرمند خوب کشورمون و همسرش با جناح‌هاش بودن. قاتلینی که حالا گفته میشه به دلیل اختلافات مالی و درگیری خانوادگی که از مدت‌ها قبل داشتن این جنایت رو مرتکب شدن و با اجیر کردن چند تبعه افغان این جنایت هولناک رو مرتکب شدن. به گزارش خبرگزاری رکنا، با جناح‌های داریوش مهرجویی به خاطر اختلافات مالی که داشتن طراحان اصلی این جنایت بودن و با اجیر کردن 3 آدمکش که هر 3شون هم از اتباع بیگانه افغان بودن دست به این جنایت فجیع زدن. قاتل و آدمکش اصلی که این جنایت رو مرتکب شده اعتراف کامل داشته که با جناح‌های داریوش مهرجویی اون رو اجیر کردن و آمریت و معاونت در قتل رو اون افراد انجام دادن. ساعت 11:35 شب سه‌شنبه بود که رکنا با خبر بازداشت قاتل مهرجویی که 1 نفر بود رو منتشر کرده بود. این در حالی بود که در همان دقایق نخست مشخص شد که این بازداشتی قاتل اصلی است و با اعتراف مظنونان قبلی بازداشت شده. از روز نخست قتل داریوش مهرجویی و همسرش، برخلاف خیلی از گمانه‌زنی‌های پلیس، به سرنخ‌هایی رسیده بود که در آن قتل از میان آشنایان داریوش مهرجویی و همسرش بود. حتی این نکته رو وکیل ایشون هم بهش اشاره کرده بود و در همون ابتدا هم 3 مرد از بستگان وحید محمدی فر، همسر داریوش مهرجویی، بازداشت شدند. این 3 نفر هم 2 تاش با جناح داریوش مهرجویی بوده و یکیش هم از بستگان دورش بوده که هر 3 نفر رو موفق شدن پلیس دستگیر بکنن. تیم تحقیق ساعت‌ها از این 3 مظنون که دارای اختلافات مالی با داریوش مهرجویی بودن بازجویی کردند و در حالی که جز مظنونان اصلی به حساب می اومدن، کارگاهان فقط در این شاخه متمرکز نشدن و با فرضیه‌ها و یافته‌های جدید به مظنون‌گیری 7 نفر دیگر هم پرداختن. یعنی از همون روز اول این 3 نفر بازداشت شده بودن، ولی خب پلیس هنوز به قطعیت نرسیده بود که این سناریوی اول درست است و داشت سناریوهای دیگر رو هم بررسی میکرد. بعد از اینکه دست داشتن مظنونان اولیه در قتل داریوش مهرجویی و همسرش پررنگتر شد و شواهد بیشتری به دست اومد، همزمان با داده‌های مظنونان دیگر، پرونده پلیس به سرنخ‌های قوی دست یافت و بازداشت 2 مظنون دیگر باعث شد که جمع مظنونان پرونده به 9 نفر برسه که باز هم بین این 9 نفر محتمل ترین سناریو همون سناریوی اول بود. در این مرحله بود که کارگاهان توانستن به قاتل اصلی برسن و با اعترافات مظنونان اصلی که همان باجناح‌ها بودن مشخص شد 3 اجیر شده از اتباع بیگانه در این قتل دست داشتن که تنها یکی از اونها قاتل اصلی بوده و همین کافی بود تا عصر سه‌شنبه قاتل اصلی بازداشت بشه و با اطمینان از اینکه آخرین مظنون قاتل اصلی است به تحقیق از او پرداختن و همون شب آشکار شد که او قاتل هستش. یعنی 3 تا تبعه افغان بودن که توسط این باجناح‌ها اجیر شده بودن که این جنایت رو مرتکب بشن که از بین این 3 تبعه افغان هم 2 نفر همکاری کردن و 1 نفر قتل اصلی رو انجام داده. احتمال زیاد این 3 نفر همون افرادی بودن که از روزهای قبل خانم داریوش مهرجویی توی پستا و استوریاش بهشون اشاره کرده بود و گفته بود که براشون مزاحمت‌های ایجاد میکنن و اونها رو تهدید میکنن. قبل از این هم وکیل داریوش مهرجویی گفته بودش که یکی از نزدیکان داریوش مهرجویی این جنایت رو انجام داده، همون کسی که داریوش مهرجویی بهش اعتماد میکرد و توی سفرهای خارج از کشوری که میرفت اموالش و ویلا و آپارتمانش رو در اختیار اون فرد قرار میداد که متاسفانه اون فرد خیانت در امانت کرده بود و همین باعث اختلاف بین داریوش مهرجویی و این فامیل نزدیک که حالا فهمیدیم با جناقش بوده رسیده شد. در نهایت هم این جنایت اتفاق افتادش. بریم بخشی از صحبت‌های تکمیلی پلیس رو در این باره بشنویم.
الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه تلاش کارگاهان پلیس به بار نشست. دقایق پیش عامل اصلی قتل مرحوم مهجوی و همسرشون شناسایی شدن. قاتل اصلی جزء دستگیر شدگان دو روز پیش پلیس بود، در بین مظنونین بودش. پس از انجام اقدامات فنی و سناریوهای محتمل به قطعیت رسید که عامل اصلی قتل یکی از دستگیر شدگان روزهای گذشته بود. بازجویا کماکان برای شناسایی همدستان و زوایای پنهان این قتل در حال انجام هستش. به زودی صحنه جرم بازسازی میشه و اطلاعات تکمیلی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفتش. خواهش میکنم که اجازه بدهید کارگاهان به کارشون ادامه بدن و این پرونده تکمیل بشه. طبیعتاً پس از تکمیل پرونده آنچه که نیاز هستش به سمع و نظر شهروندان خواهد رسید. همونطور که توی ویدیوهای قبلی هم گفته بودم، پلیس از روزهای اولی که این اتفاق افتاد چندین مظنون رو بازداشت کرده بود که توی همون صحبت‌های اولیه گفته بود که هیچ کدوم از مظنونین غیر ایرانی نیستن و از اتباع نیستن، ولی خب صحبت‌هایی که همسر داریوش مهرجویی در آخرین پست‌هاش انجام داده بود این شک و شبهه رو ایجاد می‌کرد که احتمالاً قاتلین از اتباع بیگانه و افغان هستن. ولی خب الان با بازداشت شدن تمام مظنونین و کسانی که حالا نقش داشتن تو این ماجرا مشخص شدش که پازل تیکه گم شدهش چی بوده و چه اتفاقی افتاده. برنامه ریز های این جنایت که از بستگان داریوش مهرجویی هم بودن ایرانی بودن، ولی خب افرادی که اون رو عملیاتی کردن اتباع بیگانه و افغان بودن. خب دوستان حتما نظراتتون رو برای ما تو بخش کامنت ها راجع به این اتفاق و این جنایتی که اتفاق افتاد تو بخش کامنت ها بنویسید و نظرتون رو در مورد این قاتلین که حالا مشخص شده از فامیل و بستگان نزدیک داریوش مهرجویی هم بوده بهمون بگید. چی میشه که حالا سر مسائل مالی افراد حاضر میشن این جنایت ها رو مرتکب بشن؟ نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.